من اومدم. تابستان خوبی رو تصور میکردم، تابستانی که تا ابد ادامه داشت، بدون نگرانی، بدون ناراحتی، بدون آینده و گذشته، بدون چیزی که ما رو اندوهگین کنه. دوست داشتم فقط داستان بنویسم، داستان زندگی کسانی که میشناختم. دوست داشتم بدونم تدی از این طرف و اون طرف دویدن رو به چه هدفی میخواد برسه. امیلی، امیلی، کجا رفتی؟ میخواستم هر طور شده از زندگی مرموز تدی سر در بیارم، به خصوص از زندگی مادرش. من تا سه میشمرم. یک، دو، سه. آنی، آنی، وای آنی. نه نه، داد داد نزن، داد نزن. برش کن. نه، برم کن. نه نه، کاری ندارم آنی. بیا امیلی، بیا. آنی، آنی، آنی. امیلی در نیومون بر اساس آثاری از ال ام مونتگومری، استیفن مک هاتی، لیندا فارسن، مارتا مکایزاک و شیلا مکارتی. شون چطوره؟ بدجوری ترسیدن. من حوصله قرقرای بچگونه رو ندارم، اما اون دیوونه تو روز روشن به بچه ها حمله کرده. اگه پدرم اینجا بود اونو از درخت حلق‌آویز میکرد. اگه میتونست بگیرتش. برای چی نتونه بگیرتش؟ اون خونه نداره، مثل باد میمونه. ترسیده بودی؟ نه من نترسیده بودم. ترسیده بودم. خب منم یه ذره. تدی باید فوراً بریم سراغ مادرت. واسه چی؟ جیمی میشه تو اون ماهی نسیفه از رو اجاق برش داری؟ چه زخم گنده، چه جوری اینطوری شد؟ آلن میدونی؟ بهش با توی آموزی کرده بودن. میدونی اونی که میگن کیه؟ موریسن دیوونه. دروغ نگو. همون دیوونه که به مردم سم میفروشه. بی خود شایه پارکنی نکن الیزه. موریسن گیاهایی رو میفروشه که از جنگ نسم. یه همچین آدم خطرناکی واسه چی تو جنگل ول میگرده؟ چرا نمیندازنش زندان؟ اون آدم بدی نیست. بیچاره از وقتی دختر کوچولوش مرد گرفتار اوهام شده. آنی اونو خیلی دوست داشت. اون راجب جنگل خیلی چیزا سرش. یکی ها از جنگل میاره به نام زنبق آبی. رو هر زخمی میذاشتیم فوری خوب میشد. زنبق آبی؟ خب فکر میکنی چقدر خرج بر میداره؟ موریسون اهمیتی به پول نمیده، در عوض غذا میخواد یا لباس و اینجور چیزا. آلن ما میخواستیم شام بخوریم، شاید بهتر شما هم بمونیم، البته با اجازه ایزابه. خب اگه اون دیوونه معامله پایا پای میکنه، ما میتونیم این کارو بکنیم. شام به جای حق ویزیت. ماهی رو یه جوری قسمت میکنیم. خیلی قرار شد بمونیم شام. چی داری؟ همه چی داری؟ پس ماهی کجاست؟ چه برای سرش اومدی؟ موریسون، موریسون، تو چی میخوای؟ من واسه این ماهی رو آوردم، حاضرم با چند تا زنبق آبی تاخت بزنم. هی وایسا، وایسا، کجا داری میری؟ هی این درست نیست. بالا برام زنبق آبی بیار. سعی کن دیگه بچه هارم نترسونی.
خب که اینطور باشه، حالم خوبه. اما مطمئنی تیدی؟ ممکنه زخمت خونریزی کنه. بهتره دیگه بری خونه. آه نه، میخوام تا خونتون باهات بیام. من تا حالا خونه شما رو ندیدم، حتی مادرتم ندیدم. برو خونه امیلی. یه دفعه یه جور عجیبی شد. تو نمیخوای من مادرتو ببینم، درسته؟ من این حرفو نزدم. تو چت شده؟ نمیخوای مادرتو ببینم؟ آره؟ من جونتو رو نجات دادم تدی کت، حالا اینطوری با هم رفتار میکنی؟ من فقط میخوام مادرتو ببینم. امیدوارم زبونت از حلقت بیفته بیرون که دیگه نتونی حرف بزنی خائن. اینا زنبق آبیه با ظرفمون، واسه سرت خوبه. زخمم بهتره، زخم تدی کنت احمقم به من چه؟ اگه از من بپرسی میگم بهتره که پاشو ببرن. نگرانش نیستی؟ دیگه نه. عجب، مردم چرا اینقدر عجیبن جیمی؟ چطور؟ یعنی مثل منم؟ مثل تو نه، تو مهربون ترین آدمی هستی که من میشناسم بعد از پدرم. یعنی یه دقیقه بهت محبت میکنن، یه دقیقه دیگهش میپرم بهت مثل سگ هار. مثل آقای موریسون مثلا؟ یعنی اونم همینطور؟ آره، منظورم تدی کنته. آره، ما اینجا دو نفر داریم، درسته؟ این میگه من دارم میرم مغازه، این یکی میگه منم میتونم بیام. خب ما اینجا دو نفریم، تو منظورت کدوم یکیه؟ دارم راجب آدم ها حرف میزنم جیمی. درست وقتی فکر میکنی یه نفر رو شناختی. آره، با یه راز روبرو میشه. کدوم راز؟ تو از یه راز با خبری؟ آه جیمی، میدونی که من عاشق رازم. لطفاً به هم بگو، من به هیچ کس نمیگم. ممکنه بنویسمش اما محاله دربارش حرف بزنم. این راز مربوط به کیه؟ آقای موریسون؟ نه. تدی کنت کی؟ نه، این که شد دوتا. یه نفر سومی هم هست؟ خب راز مربوط به کیه؟ من، تو، دخترم و ایزابل، خاله لورا، کی؟ اونی که زنبق آبی رو براش میبری. چی؟ براش میبرم؟ نه خیر، من این زنبقه رو واسه تدی کنت نمیبرم، خودش بره پیدا کنه، من مسئول سلامتی اون نیستم. برام مهم نیست چه بلایی سرش میاد، من دیگه تا آخر عمرم با تدی کنت قهرم. برو اونجا تمومش کن. راستش نمیدونم چی بگم چون الان دشمن خونیه همین. تدی؟ نگاه کن، اون حتما مادرشه. پدرم میگه اون یه زن گوشه‌گیره. تدی، هنوز نباید با اون پات را بری. من یه قوری چای دم کردم، بیا بریم بخوریم. بلم کن، میخوام یکم این نقاشی کنم. بیا. به نظرت چرا اینقدر باهاش بده؟ چه تدی، اونجور هم که ما فکر میکنیم نیست. تدی اخلاقی حتی با مادرش. تدی، تو تمام تابستون رفتی گشتی، منو اینجا تنها گذاشتی. واسهت خیلی سخته که یک کمی هم پیش من بمونی؟ من نمیرم اونجا، تو برو. من نمیرم وسط یه دعوای خانوادگی. تو بودی که میخواستی بیای اینجا، خودت هم برو.
میتونم داستان بنویسم وقتی نمیدونم؟ چی رو نمیدونی؟ حقیقتو. هی هی زنبق آبی. این عکس کیه؟ تو حق نداری چیزای خصوصی منو ببینی. من مادرتم. اینجوری ازم تشکر میکنی؟ من تمام روز تنهایی میگیرم اینجا میشینم. هیچ میدونی من چی میکشم؟ میدونی من چقدر تنها؟ نه تو مجبور نیستی تنها باشی. برو بیرون دوست پیدا کن. دوست؟ منظور دوستای ساختگیه؟ اونم با کسایی که پشت سرت غیبت میکنن و تنهات میذارن؟ این تو بودی که به مردم پشت کردی. مجبور بودم به خاطر پدرت. از خودم خجالت میکشیدم. بعد از اون حادثه نمیتونست نگام کنه. میگفت دوستم داره، اما میدونستم داره دروغ میگه، مثل بقیه ی آدم ها. من میدونم تو چی کشیدی. واقعا میدونی؟ نه تو هیچی نمیدونی. یه زن تنها مثل من با یه پسر کار کردم و با حقوق ناشیز پدرت پول جمع کردم. زندگیمو ریختم به پای تو. حالا حتی یه لحظه هست که تو به فکر راحتی من باشی یا احساسات من؟ متاسفم. نه متاسف نباش، فقط به من بگو چی شده. این تقاضای بزرگیه. ببین اگه بهت بگم قول میدی از کوره در نری؟ من فقط میخوام حقیقت رو بدونم. من توی مزرعه بودم نزدیک نیومون. نیومون؟ من بهت گفته بودم نری اونجا. من متنفرم از موریا، آدمای خود پرست. واسم پشت چشم نازک میکنن، مسخرم میکنن. چی بود؟ امیلی! او نه! امیلی! امیلی حالت خوبه؟ سبانه نشو، من برای این اومدم اینجا. زنبق آبیه معجزه میکنه برای زخم پات. خیلی خوبه. سلام خانم، من امیلی استارم. از آشناییتون خوشبختم. خودشه. این از خانواده موریاست. اینجا چی کار میکنه؟ به تدی ارتباطی نداره، نمیدونست من میام اینجا. معذرت میخوام، میخواییم با من آشنا بشی؟ من الیزه برنلیم. شما من نمیخواستم ناراحتتون کنم خانم کنت. اگه دروغ میگم خدا منو بکشه. با واسه پای تدی از اون موریسون دیوونه یکم زنبق آبی گرفته بودیم. کی؟ اون مرد دیوونه. اون دنبال من کرده بود. تدی اومد کمک. اون جادوگره، همش داره جادو میکنه. بوگا بوگا بوگا. تو خیلی چیزا رو از من پنهان میکنی تدی کنت. تو نباید با این مزاحمات صحبت کنی. من اهل مزاحمت نیستم. تو تمام زندگی مزاحم کسی نشدم. حتی نمیتونم معنیش چیه. امیلی بعض وقت مزاحم مردم میشه. یکم، نه اونقدر که نگران بشی. الیز بیا اینجا ببینم چی تدی. اون البته یه نویسنده است، برای همینم بعض وقت مزاحم مردم میشه. یه جور داستان نویسیه دیگه. من باید زودتر متوجه این چیزا میشدم. معلومه که اون خیلی فضوله با اون چشمای شیطانی. شیطان. چشمای من؟ چشمای من معمولی هم، قهوه‌ای یا معمولی؟ اومدین اینجا که منو جادو کنین، درسته؟ مادر. آها بوگا، این کار همیشه گیشه، اما هیچ وقت اثر نداره. گیاه ها رو آوردی، گیاه های اون مرد دیوونه رو، برای تلسم پسرم، برای مطلوم کردن روحش. مادر بلش کن. برو ببین چی کار کردی. اون دوتا فقط میخواستم به من کمک کنن. آه امیلی باز داره گریه میکنه؟ نه من گریه نمیکنم. خیلی ناراحتی. به خاطر خانم کنت. رفتاری که اون زن داره علامت نادونیه. ولی شما میدونین که اون یه زن معمولی نیست. از نظر من که یه زن کم عقله. یعنی چطور؟
شما تا به حال گریه کردی؟ به خاطر کی؟ امیلی تو خودتو ناراحت نکن، تا وقتی گاوا برگردن خونه میتونه سر به سر من بذاره، اما من که همه چیمو به یه بچه بدجنس نمیگم. اما من که همه چیمو به شما گفتم، اون زن از یه چیزی رنج میبره. من میخواستم کمکش کنم ولی اون از من متنفره، فکر میکنه میخوام اونو جادو کنم. اصلا فکرشم نکن، به زودی متوجه میشه که اشتباه کرده. همه چی درست میشه امیلی، حالا میبینی. نه اصلا درست نمیشه، هیچ وقت درست نمیشه. تا وقتی امیلی دست از این کاراش بر نداره هیچ چی درست نمیشه. ببین تو هم بشین و گوش کن. میدونی وقتی من برگردم اسکاتلند چه بلایی میخواد سر این خانواده بیاد؟ اون ما همتون پخش و پلا میشین. مثلا کی میخواد دختر جوونی مثل تو رو راهنمایی کنه؟ تو که نمیتونی لورا ماری. دخترم و ایزابل، من خیلی خوشحالم که شما به گرفتاری من اهمیت میدین. من اهمیتی به گرفتاری تو نمیدم، اما میخوام تجربیاتمو در اختیارت بذارم. بترس از زنی که همه مردم و دشمن خودش میدونه. مثل خانم کنت. آره؟ و خانم بولز. بله، اونا مادرن. بنابراین باید بهشون حق بدین که نگران آینده پسراشون باشن. خب برید هر دوتون. به پدر عزیزم در کنار دروازه بهشت، حالا احساس احتیاج مردم به محبت و دوستی رو میفهمم. مردم باید در کنار هم زندگی کنن. مادر، تو هم همین احساسو داشتی؟ هر کسی جلوت میستاد وفادار بودی؟ تو همیشه به من سفارش میکردی که به مردم محبت کنم. منم دارم سعی خودمو میکنم. دلم میخواد بدونم خانم کنت از چی رنج میبره، ولی اون منو سرزنش میکنه. من میخوام بهش محبت کنم، باهاش دوست باشم. نمیخوام اون از پسرش جدا کنم. اما روح اون زن سرشار از تلخی هاست. انگار تمام رویاهاش به کابوس بدل شده. میتونم بشینم؟ مزاحمت نمیشم، قول میدم. لزومی نداره اون نقاشی رو از من پنهان کنی. این خیلی قشنگه پسرم. وقتی پدرت خونه بود می اومد اینجا کار میکرد. اونم ازم فرار میکرد مثل تو. فقط میخواست خراتی کنه. چرا تو همیشه باید؟ دست خودم نیست. من همه چیو به هم ریختم، مگه نه؟ من همسر خوبی نبودم، مادریم نیستم که شایسته تو باشم. تو خیلی خوبی، فقط من دیگه 2 سالم نیست، نمیتونم همیشه کنارت باشم. مادر دوست دارم، اما باید با دیگرانم دوست باشم. من باید یه زندگی بهتر فراهم کنم. باید برم بیرون، برم کلیسا، مردم رو ببینم، لباسای نو بپوشم. در تمام این سالا همش وحشت کردم، اما باید سعیمو بکنم به خاطر تو. من از فروش کاستنی یکم پول گذاشتم کنار، یه کلاه جدید میخرم. میخوام تو به من افتخار کنی پسرم. هم.
زندگی اینقدر پیچیده است جیمی. همه ارازی تو دلشونه و زندگی رو در پس یه پرده میگذرونن. اونا رو بریز تو گونیم. مثلا خانم کنت و اون مرد دیوانه با آنی. آنی آره، حتی دخترم و ایزابل هم یه رازایی داره. خوبه، ایزابل که حتما رازشو به گور میبره، اما راز خانم کنت همچینام راز نیست. اون نمیخواد با مردم معاشرت داشته باشه. آره، به خاطر اون آتیشه. کدوم آتیش؟ چراغ نفتی تو صورتش منفجر شد. خب پس اینه، برای همین سر و صورتش رو میپوشونه که زخمش دیده نشه. آره، بیرون رو میپوشونه، اما نه چیزی رو که تو قلبش رو. شوهرش یعنی پدر تدی مرد خوشقیافه‌ای بود، درست مثل تدی. بنابراین بعد از حادثه فکر کرد قیافش خیلی زشت شده، فکر کرد شوهرش میره سراغ یه زن دیگه. رفت؟ نه، اینطور فکر میکرد، اما نه، اون فقط عاشق زنش بود. اما خانم کنت باور نمیکرد. نه، غور و غراش اون مرد رو فراری داد. آره، تو دریا غرق شد. بعضی ها میگفتن اون خودشو کشت که از دست زنش راحت بشه. بیچاره تدی با یه همچین مادری. آره، اگه به هم بخندن چی؟ اگه بخندن چی؟ اگه بخندن چی؟ ببین کی اومده تو؟ لباسی که تنش کرده از بس تو کمد مونده تمام رنگ و روشو از دست داده. میتونم کمکتون کنم خانم کنت؟ یه کلاه میخوام. من همیشه گفتم هیچی مثل پر جلوه نداره. این چطوره؟ پره شترمرغ تازه برامون رسیده، جدیدترین مدله. مطمئنم خیلی بهتون میاد. با اون تور نمیتونید امتحانش کنید. بذارین کمکتون کنم. من خودم میتونم. کارتو بکن، چیزی نیست مادر. خودتو رو کمک کن. تو مادر، تو گفتی این کار رو بکنن. من؟ تو نقشه کشیدی، خواستی من رو جلوی پسرم تحقیر کنی. من اصلا نمیدونم شما چی دارین میگی. خانم کنت چی دارین میگی؟ اون یه دروغگوه. مادر، یه دروغگو. مادر خواهش میکنم صبر کن، اونا منظوری نداشتن. نداشتن؟ کار اون امیلی استاره. نه، اون اسم من امروز میام فروشگاه، تو بهش گفتی درسته؟ بعد جنس خیال کرده من میشینم و میذارم هر کاری دلش خواست مادر نه بکنه. تقصیر اون نبود. آقای موریسون، نون تازه آوردم. آقای موریسون، میدونم که اینجایی. من اومدم که یه معامله‌ای بکنم. من کمک میکنم آنی کوچولو رو پیدا کنی، شما یه تلس میاد من بکنم.
تکی از لباس فرد مورد نظر را گرفته با آن عروسکی به شکل اون میسازید و با حالت کینه و بدخواهی آن را پر میکنید. این عروسک فرد شرور را از عزیزان شما دور میکند. لباس من کجاست؟ خودم انداختمش رو بند. لابد پر زده رفته. چی درست میکنی؟ تدی، داشتم فکر میکردم. امروز تو فروشگاه ناراحت بودم و ممکنه درباره املی استار غلط قضاوت کرده باشم. اینو براش درست کردم. از طرف من اینو بهش میدی؟ میخوام نشون بدم بهش کینه ای ندارم. باشه. مادر تدی چی برام درست کرده؟ میخواد ما با هم دوست باشیم. از حال به بعد دیگه همه چی رو به راهه. اون برات درست کرده؟ عروسکه. با مزه نیست؟ موهاش مثل منه. حتی شکل خودم هم هست. بهش دست نزن. واسه یه چی؟ این عروسک معمولی نیست. اسمه جادوگر توی سوزن میزنه و میتونه با یه ضربه تو رو بکشه. پارچه‌اش رنگی پارچه این لباس منه. همون لباسی که گم شد. آه الیسو که فکر نمی کنی؟ اون برش داشته. میدونی چی کار میکنن؟ یه تیکه از لباس قربانی رو میدوزن، باهاش عروسک میسازن و بعد نیخای زنگ زده. بدتر از اونیه که فکر میکردم. خب معنیش چیه؟ میخواد اینو بغل کنی و ببوسی، مثل یه عروسک واقعی. بعد میخوای زنگ زده جادوی سیاهشون رو وارد کله بیگناه تو میکنن. برو گم شو عروسک بد. امیلی تو حالت خوبه؟ تو هیچ ناراحتی چیزی نداری؟ از چی؟ از مرگ که از استخونات میاد بالا و قلب تو با انگشت نازکش فشار میده. نه الیس، حال من میمیرم. خب ممکنه اگه به موقع کمک نگیری. کمک از کی؟ اون مرد دیوونه معلومه. منظورت موریسونه؟ بعد از کاری که کرد یه دیوونه از یه آدم جادوگر خیلی بهتره. صدای چی بود؟ بکن موشو حس میکنی؟ مرد دیوانه، بدشانسی از تو دور. آقای دیوانه، اگه اینجایی به کمکتون احتیاج داری. این دوستم رو تلست کردن. ما میخواییم شما تلست رو بشکنیم. انگوشته یه مرگو تو گلوم حس میکنم. نفرین عروسک عنوان جالبیه برای پایان داستان زندگی من. بیچاره شدی. اینجا نیست کمکمون کنه. قایم بوشک بازی میکنی؟ آره آنه آنی آنی، تو نمیتونی از من پنهون بشی. آنی بیداد میکنم. آنی کجایی؟ امیلی چی شده؟ الیزه پیغامتو به هم داد. او تدی وحشتناکه. موضوع مادرته. اون عروسک معمولی نبود، یه تلسم بود. یه چی؟
توش پره میخه زنگ زده از پارچشم از لباس خودمه. درباره چی صحبت میکنی؟ اون میخواد منو طلسم کنه، باید جلوشو بگیری. مزخرف میگی. مادر من خیلی سعی میکنه اما مردم باهاش بدرفتاری میکنن. تو متوجه نیستی. حرفای تو فقط خرافاته. تو یه دختر لوس و نادره. چطور جرأت میکنی اینجوری با من حرف بزنی؟ حرف بزنم؟ تو نمیخوای حرف منو بشنوی، حالا هر چی که بگم. حرفای من چی؟ من آدم نیستم. به نظر تو همون بهتر که من بمیرم برم زیر گل. وقتی هم سن تو بودم اگه بزرگترها رو منتظر میذاشتم تا یه هفته نمیذاشتن سر جام بشینم. قبل از ختم مراسم دعای امروز چند اطلاعی رو عرض می‌کنم. ابتدا از همه اعضا خواهش میکنم که همراه با من به میزی جنکینز عزیز به خاطر 85 سال تولدش تبریک بگم. در این حال متاسفم به اطلاع برسونم که یکی از وفادارترین اعضایمون یعنی خانم سلیا اسکری رو برای مدتی از دست خواهیم داد، چون ایشون فردا صبح عازم بوستون هستن. خانم اسکری در چند سال گذشته اونجاست. برو خاشون توه، منتظرته الان اونجا. برو پیشش، زود با الیس بایستا. مسئله مهمیه الیس. الیس بایستا. میذاری برم دنبال الیس؟ باهاش باید برم تا خونه شون. ممکنه بارون بیاد. چترم آوردم، لطفا اجازه بدی. برو، هم با دیر نکن. یعنی تو الیزو ندیدی؟ با پدرش رفت. قرار بود باهاش برم خونه شون. راجب مادر تدی میخواستم باش صحبت کنم. مطمئن میرم رفت و قالت گذاشت. کتاب دعا جیکوب، من کتاب دعا ما اینجا جا گذاشتم، دستمال مادرم هم داشت بود، تو اونو ندیدی؟ جیکوب، من کتاب دعا ما جا گذاشتم، تو اونو ندیدی؟ آه خدا جون، کاش که اقلا صدا ما میشنیدی. کجاست؟ یه دقیقه صبر کن. اوناش جیکوب، جیکوب بایسا، یه دقیقه دیگه صبر کن لطفا. تو هم که نمیشنوی من چی میگم. جیکوب بایسا، جیکوب بایسا، من اومدم. جیکوب من دارم میرم بالا، دیگه چیزی نمیخوای؟ امیلی هنوز نیومده خونه؟ نه نه، اونو الیسا الان احتمالاً یه جایی دارن تو گلا بازی میکنن. امیدوارم عقلش برسه کفشاشو در بیاره، وگرنه تمام گلا رو با خودش میاره تو خونه. تدی شگون نداره موقع رد و برق دم پنجره بازی. من نمی ترسم. نه من نمی ترسم. من یه موریم. ما
موریا هیچ وقت نمی ترسن. فکر اون موریایی تو قبرستونو بکن. مگه اونا به خاطر اینکه زیر خاک خوابیدن دارن مثل بچه ها جیغ می کشن و گریه می کنن؟ شب بخیر مادر. خوابای خوب ببینی. آقای دیکنز چی میگه؟ این یه تجربه است. هر داستانی یه تجربه است. و هر تجربه ای یه داستانه که موضوع رو روشن‌تر می‌کنه. چراغ نور. هنوز نیومده؟ اون بود، اون دختر کوچولو، اون بود دختر من نبود. نه خانم کنت، شما بودی. فقط میخواستم بترسونمش. بگردم اگه حسابی بترسه دست از سر ما ور میداره. من میخواستم اینطوری بشه، قسم میخورم. اما ممکن بود، ممکن بود اونا رو بکشی. بگردم میخواد زندگی ما رو خراب کنه. خانم کنت، من دوست شما هستم، هیچ وقتم نمیخوام بلای سر شما بیاد.
تقصیر من تمام اینا. امیلی تو میتونی منو ببخشی؟ برای چی تو رو ببخشه؟ اصلا هیچ کس تو رو نمیبخشه، حتی اون موریسون دیوونه. دیر شده، وقت اینجور حرفا نیست. نه صبر کنیم امیلی، نمیتونیم تنهاش بذاریم. خانم کنت، میدونم به خاطر سوختن صورتتون خیلی زجر کشیدی. این همه سال پنهان شدن حتما خیلی سخت بوده. امیلی، هیچ فایده ای نداره. چرا داره؟ میشه همینجوری بلش کرد با عصبانیت و حسادت نسبت به هم دیگه. خانم کنت، من حاضرم بمیرم که مادرم پیشم باشه. و شما تیدی این فرصت رو داری، فرصت جبران تمام اون سالهای تنهایی رو. اگه شما خشمتون رو کنار بذاری، میتونیم با هم دوست باشیم. فقط کافیه شما بخوای. خواهش میکنم مادر، اون حق داره. انسان فکر میکنه محبت ساده ترین مسئله است، اما همیشه یه جوری به انحراف کشیده میشه. فکر میکنم حتی اگه 1000 سال عمر کنم، هیچ وقت معنی محبت های جور و جور زمینی رو درک نمیکنم. آقای موریسون میدونست من آنی اون نیستم، اما امید پیدا کردن اونو از دست نداد. اون سرگردون به هر جایی میره و تا ابد در آرزوی پیدا کردن دختر کوچولوشه. و گاهی هم محبت زیر بار کینه ها و دلشکستگی ها پنهان میمونه تا روزی خودشو نشون بده و بدرخشه. و گاهی هم محبت اینقدر شیرین و جادوییه که تلسم هیچ جادوگری در دنیا نمیتونه مسیر اونو تغییر بده.